بسم الله الرحمن الرحیم. به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی، حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آنها مستقیما با شما سخن میگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدم، نه به این علت که پدران و مادران شما را ندیده می انگارم، بلکه به این سبب که آینده ملت و سرزمینتان را در دستان شما می بینم و نیز حس حقیقت جویی را در قلبهای شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین در این نوشته به سیاست مداران و دولت مردان شما خطاب نمی کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کردند. سخن من با شما درباره اسلام است و به طور خاص درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می گردد. از دو دهه پیش به این سو، یعنی تقریبا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن متأسفانه سابقه طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمی‌خواهم به هراس‌های گوناگونی که تاکنون به ملت‌های غربی القا شده است بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ میبینید که در تاریخ نگاری های جدید رفتارهای غیر صادقانه و مزورانه دولتهای غربی با دیگر ملتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و آمریکا از بردهداری شرمسار است، از دوره استعمار سرفکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان خجل است. محققین و مورخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ های اول و دوم جهانی صورت گرفته عمیقا ابراز سرفکندگی می کنند. این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگو کردن بخشی از این فهرست بلند سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما می خواهم از روشن فکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با فرهنگ و اندیشه اسلامی از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟ شما به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از دیگری زمینه مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من می‌خواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت پراکنی این بار با شدتی به سابقه اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزش‌هایی در اسلام مزاحم برنامه قدرت‌های بزرگ است و چه منافعی در سایه تصویر سازی غلط از اسلام تأمین می‌گردد؟ پس خواسته اول من این است که درباره انگیزه‌های این سیاه نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید. Happening here, Mr. Farris? Do you think the cavalry is coming for you? Let's wait. Nobody's coming. Welcome to Guantanamo.
خواسته دوم من این است که در واکنش به سیل پیش داوری ها و تبلیغات منفی سعی کنید شناختی مستقیم و بیواسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضا می کند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن می گریزانند و می ترسانند چیست و چه ماهیتی دارد. من اصرار نمی کنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید، بلکه می گویم اجازه ندهید این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگان صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تا کنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کردید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تا کنون بجز رسانه ها پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که همین اسلام چگونه و بر مبنای چه ارزش‌هایی طی قرون متمادی بزرگترین تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکران را تربیت کرد؟ من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگرچه هیچ کس به صورت فردی نمیتواند شکاف‌های ایجاد شده را پر کند، اما هر یک از شما میتواند به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان اگرچه ناگوار است، اما میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار می‌دهد. بنابراین این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش داوری از اسلام از دست ندهید، تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال حقیقت آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند. سید علی خامنه‌ای 1/11/1393.